درودی دیگر به همه شما عزیزای دل، خیلی خوش اومدید. با نام و یاد خدا شروع میکنیم یک ویدیوی دیگر را و باز هم کار داریم به قدرت‌های نظامی، مقایسه هایی که همیشه هر سال و رتبه بندی هایی که همیشه در سر تا سر دنیا هست. این بار میپردازیم به لشکر تک نفره مارشال دوستم همراه با دولت امارت اسلامی و ایران، یعنی سه مقایسه داریم انگار بین افغانستان دوره جمهوریت، افغانستان امارت اسلامی و کشور همسایه ایران که رقابت تنگاتنگی دارن از لحاظ نظامی. بریم با همدیگه این ویدیو بسیار جذاب رو ببینیم که پر از تلاطم میتونه باشه و اینکه شما برام بنویسید ببینم قدرت نظامی کدوم کشور و کدوم دوره را بیشتر از همه دوست دارید. بریم با هم دیگه ببینیم. Let's go. عبدالرشید دوستان، خمپار زنان داره آرپیچی رو خمپارو به فرما جمعیت رو بزن به افتخار پرچم سرنگ. بچی من اینو خیلی ترسناکن، واقعاً چند قیافاشو نگاه آدم میگرخه. رئیس شورای عالی نظامی اتفاقات جنبش ملی اسلامی افغانستان با پیش کشیدن سیاست معقول اسلامی و انسانی، وحدت و خدمت صادقانه به مردم مسلمان باعث یک نیروی واقعا اسلامی و ملی در میان کلی ملت های با هم برادر کشور شناخته شده است. هلیکوپتر هلیکوپتر ولی نباید از حق بگذریم. خیلی طرفدار داشت، خیلی خیلی طرفدار داشت مارشال دوستم، الانم خیلی طرفدار داره. سنشون خیلی پایینه، از همین سن و سال آموزش میدادن که تو چند سال آینده به قدرت خیلی بالایی برسن و به نظر من این حرکت خیلی درستیه. تا از افرادی که دیگه سنشون میره رو به بالا استفاده کرد، باید از 18-19 سالگی 10 سالگی وارد بشن که دیگه تو 22-34 دیگه پخته. خیلی جان فدا داشت.
و از حق نباید بگذریم. واقعا اگه الان بود مارشال دوستان، ما با پیشرفت این دنیا و سلاح‌های پیشرفته‌ای که وارد این دنیا شده و ساختن و رونمایی شده، الان یه قدرت خیلی خطرناکتر و بزرگتر داشت. مقایسه قدرت نظامی طالبان یا امارت اسلامی افغانستان با کشور همسایه ایران در سال 2023. در صورت جنگ بین دو کشور، کدام طرف مقابل قدرت نظامی و تسلیحات نظامی بیشتری دارد؟ خب در ادامه بیننده کانال دری 24 باشید و این موضوع را هرگز فراموش نکنید. این ویدیو فقط یک مقایسه ساده نظامی بین دو کشور است که اونم اطلاعات شاید دقیق نباشه، یک سری افراطی نباشن بیان بگن مثلا آی ما اینجوری آی ما اونجوری. خب به هر حال خودتون داخل اینترنت هستین و از همه چی باخبر هستین که جریان چی هر ساله توسط سایت‌های مختلف بررسی و رتبه‌بندی می‌شود. پس لطفاً از کامنت‌های توهین‌آمیز با همدیگر خودداری کنید. مواظب باشید. کشور ایران یک کشور همسایه در غرب افغانستان است و مردم دو کشور از لحاظ تاریخی و فرهنگی رابطه چندین هزار ساله با همدیگر دارد و این کشور همسایه بعد از جنگ ایران و عراق بیشترین تلاش را در زمینه تولید تسلیحات نظامی انجام داده است و در حال حاضر ایران در رتبه بندی قدرتمندترین کشورهای جهان که در سال 2023 بررسی شده است در رتبه 17 قرار دارد. از اسرائیل هم بالاتر و افغانستان بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان از رتبه 74 به رتبه 114 رسیده است. توی ویدیو میگفت اون موقع 191 بود، الان شده 114. یعنی 114 درسته که ویدیوهای مختلفی ساخته میشه که چنده 114، که دلیل آن هم فروپاشی دولت افغانستان و مشخص نبودن اطلاعات دقیق از تسلیحات نظامی و تعداد نیروهای طالبان است که کارشناسان نظامی تخمین میزند قدرت طالبان یا امارت اسلامی با تجهیزات پیشرفته نظامی که از ارتش آمریکا در اختیار این دولت قرار گرفته بیشتر از دولت اشرف غنی است و رتبه نظامی طالبان در سالهای آینده بیشتر خواهد شد. و کشور ایران در حال حاضر نزدیک به 89 میلیون نفر جمعیت دارد و این کشور با بودجه 5 میلیارد و 550 میلیون دلار تعداد 1 میلیون و 15000 نفر نیروی نظامی دارد که از این تعداد 557000 نفر آنها نیروی فعال نظامی و تعداد دیگر نیروی ذخیره محسوب می شود. به نظرم خیلی بیشتر داره. آره خیلی بیشتر. و در طرف مقابل امارت اسلامی یا افغانستان نزدیک به 41 میلیون نفر جمعیت دارد و این حکومت تازه تأسیس شده 300 میلیون دلار بودجه نظامی را در اختیار وزارت دفاع قرار داده است و گفته می شود در حال حاضر این حکومت با جذب نیروهای سابق افغانستان و فارغ التحصیلان جدید از مدرسه های نظامی مانند گروه حقانی نزدیک به 200 هزار نفر نیروی فعال نظامی دارد. یکی از بچه های کامنت گذاشته بود، اینجا جا داره بخونم، نشته بود از سربازان دوره جمهوریت خیلی ها الان در رأس طالبان هستن و فعالیت میکنن، یعنی خیلی هاشون هم میشه گفت فرار نکردن و همچنان دارن به کشورشون خدمت میکنن تا اینکه مثلا جزء طالبان باشن. اینو خوب شد دوستمون نوشت و اینجا به موقع بود و تصمیم گرفته شده تا تعداد آنها به 300 هزار نفر برسد و این حکومت تا هنوز نیروی ذخیره ندارد و تعداد کل تجهیزات نظامی که در اختیار امارت اسلامی افغانستان قرار گرفته شامل 240 فروند هواپیمای نظامی،
سه عدد هواپیمای جنگنده، سه تا 1200 تانک زیرهی از نوع روسی و آمریکایی، 22000 خودروی زیرهی مانند هاموی آمریکایی و موارد دیگر که هنوز تعداد دقیق آنها مشخص نیست و تخمین زده می شود بیشتر از این تعداد در افغانستان موجود است. افغانستان به دلیل راه نداشتن به دریا و آبهای بین المللی نیروی دریایی ندارد و در طرف مقابل تعداد کل تجهیزات نظامی که در اختیار کشور ایران قرار دارد شامل 541 هواپیمای نظامی، بیشتره 196 فروند هواپیمای جنگنده، 4071 عدد تانک زیرهی، 69685 عدد خودروی زیرهی، مجموع دارایی های دریایی 101، تعداد زیر دریایی 19، ناو هواپیما بر 0. البته در مقایسه قدرتمندترین کشورهای جهان قدرت موشکی و هسته‌ای کشورها در نظر گرفته نمی شود و تعداد کل پرسنل نظامی و جمعیت کل کشور در رتبه بندی آنها نقش بسیار مهمی دارد. ممنون از این که تا انتهای رنگ که گفت این اطلاعات شاید دقیق نباشه و مواظب حالا توهین ها باشین که خودش گفت که به همون توهین نکنیم، کاری نداریم و اونایی که اطلاعات دقیق‌تر و بیشتری دارن بهتر میتونند نظر بدن و اینکه باز میگم هیچ وقت این اطلاعات دقیق و درست نیست. مرسی که بودید، تا ویدیوی بعد.